سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به سومین جلسه کلاسامون که دو جلسه اولش به عنوان اردوی نوروزی بود و امروز با جلسه سوم در خدمت شماییم. بچه ها امروز میخواییم راجع به یکی از پرسوالترین فصلای تیسوشانتون صحبت بکنیم. جزوه فصل رو اگر میشه برامون باز بکنین. چه خبر بچه ها، خوبین؟ روز جمعتون بخیر باشه. سلام 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 سلام. خب یکی از پرسوالترین فصلای تیزوشانتون، یعنی از بخش علوم تجربی سوالایی که از زیست طرح میشه این فصل، یعنی فصل 15 سوال زیاد داره توش. یعنی تقریبا ما هر سال ما میبینیم که سوال توش باشه. در انتهای کارم یه چند نمونه از این سوالات رو قرار با هم دیگه حل بکنیم بچه، میرسیم بهش. اول تدریس اون رو کامل میکنیم و بعد میریم دنبال سوالات. خب بچه اگه آماده باشید بریم که شروع بکنیم. آره یه ذره تغییرات در جست و استایل بنده صورت گرفته، ما رو زدم اینجوری شد. خب بریم بچه. اول از همه ما میخوایم ارتباط بین جانداران مختلف رو بررسی بکنیم. شما میدونید جانداران با همدیگه دارن زندگی میکنن. شما هیچ موجود زندگی رو نمیبینید که به تنهایی بخواد زندگی بکنه. حتما اطرافش یه سری موجودات زنده دیگه هم وجود دارن. یه تعریفی هستش که شما توی زیست دهم هم باهاش سر و کار دارید. اون تعریف، تعریف بومسازگانه بچه‌ها. بومسازگان که اول کتاب درسیتون هم راجع به همین بومسازگانا صحبت میکنه. بومسازگان بخوایم خیلی ساده داستانش رو بگیم چیه؟ میشه عوامل زنده که توی محیط در کنار همدیگه هستن به علاوه عوامل غیر زنده اون محیط. مثلا شما یه شهر رو در نظر بگیر، عوامل زندهش انسان‌ها، نمیدونم سگ، گربه، حشرات، اینا در نظر داشته باش، به علاوه عوامل غیر زندهش بکن، این میشه بومسازگان. یا مثلا یه جنگل، شما بیای خاک و سنگ و آب و اینا رو در نظر بگیری، عوامل زندهش هم در نظر بگیری، این میشه یه بومسازگان. فقط اینکه حواست باشه توی بومسازگان افرادی که در واقع دارن زندگی میکنن میتونن گونه های کاملا متفاوتی داشته باشن، حتما از یه گونه نیستن. اگر بخوایم فقط افراد یه گونه رو در نظر بگیریم اون میشه تعریف جمعیت که داستانش کلا فرق میکنه. خب پس این داستان بومسازگانه. ما میخوایم ببینیم توی یک بومسازگان جانداران مختلف چه روابطی رو با هم دیگه دارن. سه تا ارتباط یا سه جور در واقع روابط رو اینجا بهمون کتاب درسی توضیح داده که اولیش رقابت، یعنی جانداران دارن با هم دیگه رقابت میکنن. دومیش شکار و شکارچی، یکی شکاره یکی دیگه شکارچیه. و سومیش همزیستی که ما بیشتر با این کار داریم که خود همزیستیه سه دسته داره: همیاری، همسفرگی، انگلی، که حالا داستانشون رو توضیح میدیم. بریم اول متن کتاب درسی رو بررسی بکنیم. یه سری داستانا رو میگه کتاب درسیتون راجع به بومسازگان تو متنش. از صفحه بعد شروع میشه. اینجا توضیحاتیه که واسه بومسازگانه. انواع بومسازگانا رو بچه اگر ازتون خواستن اینجا سه نوع بومسازگان رو بهتون گفته: بومسازگان خشکی، بومسازگان آبی، بومسازگان خشکی آبی. منظورش محیطیه که در واقع بومسازگان داره، مثلا خشکی بیابون یه بومسازگان، خشکی آبی اقیانوس، دریا، دریاچه. خشکی آبی مثلا میشه مثل تالاب. این انواع بومسازگانه. بعد یه چند تا مثال زده که این مثال ها توی آزمون تیسوشان اومده بود یه نمونهش. من الان بچه میام سوالاتم جواب میدم، یه ذره درس رو جلوی بریم میام به سوالاتم جواب میدم. یه چند نمونهش رو برامون مثال زده که مثالاش واقعا کاری نداره یادگیریش. مثلا جنگل گلستان تابلوه، مثال بومسازگان خشکی. یا مثلا دریاچه مشخصا بومسازگان آبیه. یا مثلا یه تالاب بومسازگان آبی خشکی. بعد تازه یه نکته هم اینجا گفته بومسازگان حتما نباید یه چیز خیلی بزرگ باشه، مثلا حتما نباید یه جنگل شما در نظر بگیری. میگه یه باغچه هم میتونه برای خودش بومسازگان باشه، یا مثلا یه آکواریوم که معادل فارسیش خیلی معادل جالبیه، آبزیدان معادل فارسیشه. حالا با معادل فارسی ها تو دهم هم حالا سر و کار دارید، تو کنکورتون هم هست، کارتون رو فقط سخت میکنه، هیچ چیز مفیدی براتون نداره، فقط آره اذیت میکنن دیگه. خدا رو شکر تو کنکور هر دوتا رو میارن. و بچه ها اینم بگم، ما جلسات قبل صحبت کردیم بیشتر برای من بوده این که شما از جهت کنکوری بالا بیایید مهمه. تیسوشان
یکی از زیرشاخه‌های کنکور، یعنی کسی که واسه کنکور بخواد خودش آماده بکنه، طبیعتاً واسه تیزوشان هم آماده میشه. تیزوشان هدف اصلی شما هیچ وقت نیست، کنکور هدف اصلی. تیزوشان یه عاملیه که کمک میکنه بهتون تو کنکور موفق بشید، وگرنه این کنکوره که شما بگید از دید کنکوری سعی بکنید به همه چی نگاه بکنید، تست بزنید بیشتر و خیلی خودتون رو در معرض بذارید با مصاحبه های نمیدونم نفرات برتر کنکور، این که اصلا کنکور چطوری برگزار میشه، آزمونش چه شکلیه، با چی قرار اصلا روبرو بشید. این که بدونید از همین الان خیلی کمکتون میکنه. بعضی از بچه‌ها نمیدونن تا سال 12 هم میخوام بفهمم کنکور چیه، خب موقع دیگه نمیتونم خوب خودشون آماده بکنم. این از این. مثلا گفتم یه آکواریوم هم یه بوم سازگانه واسه خودش، یه گلدان هم یه بوم سازگانه واسه خودش. پس بوم سازگان حتما نباید اندازه بزرگ داشته باشه. یه اتفاقی بچه‌ها توی بوم سازگان میفته، در واقع دو تا اتفاق، که این دو تا اتفاق خیلی مورد سوال واقع شده توی هر بوم سازگانی بچه‌ها صادقه. یه چیزی هم بگم بچه‌ها، توی کنکور و تو تیسوشان هم اخیراً مهم شده توجه به قیدهای کتاب درسی. قیدها رو باید بلد بشید، یعنی الان شما مثلا واسه علوم تجربی فقط سواد علوم تجربیتون مهم نیست، اینکه یه سواد ادبیات هم داشته باشید مخصوصا تو کنکور خیلی مهمه، چون طراح داره به این سمت میره که عبارات رو بپیچونه. یعنی یه نکته کاملا معمولی توی سواله، ولی اینقدر اون عبارت رو پیچونده که شما نمیتونید بفهمید دقیقاً سوال داره چی میگه. باید بتونید سادهش بکنید، یعنی باید ادبیاتتون هم قوی‌تر باشه، بدونید که این دقیقاً داره چی میگه. مثلا راجع به قیدها بچه‌ها، اینجا الان یه قید مهمه. صرف نظر اینکه بوم سازگان از چه نوع و چه اندازه‌ای باشه، میگه توی هر بوم سازگانی، هر بوم سازگان، هر بچه‌ها، یعنی همه، یعنی تمام بوم سازگان‌ها، هر بوم سازگانی که من بیارم این موضوع توش باشه، دو تا اتفاق میفته. یکی انتقال انرژیه، یکی دیگه چرخه مواده، که انتقال انرژی در زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی رخ میده. حالا بچه‌ها زنجیره و شبکه غذایی رو من الان بهتون میگم، فقط این دو تا اتفاق رو در نظر داشته باشید. من الان براتون توضیح میدم که این دو تا اتفاق به چه مفهومن. بیایم اینجا تو جزء زنجیره غذایی در مرحله اول چی هست اصلا؟ ما بخوایم راجبش بدونیم. بچه ها زنجیره غذایی یه چیزی مثل اینه. یه گیاه رو ما داریم در حلقه اول، اینجا شماره حلقه رو دارم می‌نویسم. در حلقه اول. که این گیاه توسط یه موجود دیگه مصرف میشه. مثلا ملخ. این الان میشه حلقه دوم. ملخ هم توسط یه موجود دیگه مصرف میشه که این موجود حتما باید شکارچی باشه، که حالا ویژگی شکارچی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. عنکبوت. عنکبوت هم توسط یه موجود دیگه همینجوری به الاخر میرسیم به حلقه آخر که پلنگه. این بچه یه زنجیره غذاییه. یعنی داره میگه این پلنگ در واقع از یه موجودی تغذیه کرده که این موجود خودش از یه موجود دیگه تغذیه کرده که الاخر همینجوری میرسه به یه موجود اولیه که گیاه الان اینجا. راجع به زنجیره غذایی بچه من این نکته رو بهتون بگم. اون چیه؟ حلقه اول حتما باید یه ویژگی داشته باشه. ما دیگه با هم گیاهی رو خوندیم. یادتون میاد جلسه اول و دوم ما راجع به گیاهی بود. من اولین جلسه گیاهی اومدم جانداران رو به دو دسته طبقه بندی کردم. گفتم یه سریشون تولید کنندن، یه سریشون مصرف کننده. درسته؟ تولید کننده و مصرف کننده. تولید کننده جانداری بود که خودش میتونست مواد مورد نیاز خودش رو بسازه، مواد عالی تولید بکنه از مواد معدنی، مثلا مثل گیاه، مثلا مثل بعضی از باکتری ها، بعضی از آغازیان. بقیهشون میشدن مصرف کننده، بقیه موجود زنده میشدن مصرف کننده که نیاز داشتن به اون جانداران تولید کننده. بچه ها حلقه اول، ویژگی اولین حلقه هر زنجیره اینه، حتما باید جانداری تولید کننده باشد. یعنی این جانداری که تو حلقه اول زنجیره غذاییه حتما با تولید کننده باشه. چرا؟ چون خودش حلقه اوله، یعنی دیگه خودش داره از کسی دیگه تغذیه نمیکنه، از موجود زنده دیگه داره تغذیه نمیکنه. پس حتما حلقه اول، یعنی خودش تونسته مواد خودش رو بسازه. الان مثلا این گیاه حلقه اول. معمولا هم گیاهان هم بچه دوستمون گفت اتوتروف و هتروتروف داستانشو داشتیم. اتوتروف میشد تولید کننده، هتروتروف میشد مصرف کننده. تولید کننده بچه‌ها معادل لاتینش میشد اتوتروف.
پس این داستانش. حالا زنجیره غذایی ما در واقع توش انتقال انرژی صورت میگیره دیگه. بچه ها واسه چی پلنگ اصلا نیاز داره از یه موجود دیگه تغذیه بکنه؟ برای اینکه انرژیشو به دست بیاره. یعنی این انرژی اول از همه توی گیاه بوده. بعد منتقل شده به ملخ، بعد منتقل شده به عنکبوت، بعد مارمولک، بعد پرنده، بعد پلنگ. یعنی این انرژیه که در واقع داره منتقل میشه. ولی کتاب درسی یه داستانی رو میگه، میگه که کل انرژی که مثلا توی این گیاه بوده همش به این پلنگه نمیرسه. هر زنجیره، هر حلقه رو که در واقع ما رد میکنیم یه مقداری از انرژی کم میشه. کتاب درسی چی گفته؟ گفته مثلا الان گیاه من در اولین حلقه است، در اولین حلقه خودش قرار داره، یه تولید کننده است. گیاه من فرض بکنید تو خودش 100 کیلوگرم کالری داره، درسته؟ 100 کیلوگرم کالری. این 100 کیلوگرم کالری همش به حلقه بعدی نمیره، یعنی اولین مصرف کننده که اینجا گیاه خاره مثلا همش به خرگوش نمیرسه، همش به ملخ نمیرسه، یه مقدار خیلی زیادیش تلف میشه بچه. یعنی گفته 90% تلف شده. چند درصدش میرسه؟ 10%. 10% 100 کیلوگرم میشه؟ 10% 1000 کیلوگرم میشه؟ 100 کیلوگرم. خب میخواد بره حلقه بعدی، حلقه شماره 3 که دومی مصرف کننده است و یه گوشت خاره. بازم 90% تلف میشه. چند درصد میرسه؟ 10%. 10% 100 کیلوگرم میشه 10 کیلوگرم. دوباره حلقه بعدی 90% تلف میشه، فقط 1 کیلوگرم میرسه. پس داره بهمون چی رو نشون میده؟ نشون میده که آقا از هر حلقه ای که ما در واقع عبور میکنیم یه مقداری انرژی اصلا تلف میشه. تمام این انرژی که تو گیاه بود نمیرسه به اون جانداری که در انتهای زنجیره قرار گرفته. یعنی اینجا الان مثلا عقابه یا مثلا اینجا پلنگه. میتونم بچه مسائل عددی تر بکنن، چون توی تیسوشان فکر نمیکنم قانونی باشه که بگه مسائل عددی ممنوعه، چون تو کنکور مثلا واسه زیست یه چنین قانونی هست که مسائل عددی نباید تر بکنن، ولی اینجا میتونن. پس شما در ذهنتون داشته باشید هر حلقه رو که در واقع ما میگذرونیم یه 10% انرژی فقط منتقل میشه، 90% باقیش تلف میشه. اینجا نوشته اینا گفته فقط حدود 10% ماده و انرژی از یک تراز به یک تراز بعدی منتقل میشه. تراز اینجا بچه ها منظورش همون حلقه است، از یک حلقه به حلقه بعدی. اینجا هم کاهش رو به صورت این نموداری بود که ما الان توضیحش دادیم. خب پس بچه ها ما اولین داستان رو بهتون گفتیم، نمی‌کنید؟ گفتیم در هر بومسازگانی انتقال انرژی صورت میگیره. خب الان انتقال انرژی تو زنجیره غذایی صورت گرفت. هر بومسازگانی هم بچه زنجیره غذایی رو داره، یعنی یه موجودی هست که یه موجود دیگه میاد ازش تغذیه میکنه، که موجود دیگه میاد از اون تغذیه میکنه الی آخر. چرخه مواد حالا چیه؟ الان بهتون میگم. چرخه مواد بیایم اینجا، همینجا راجع به زنجیره غذایی میخوام باهاتون صحبت بکنم. گیاه من واسه این که بخواد یه ماده ای رو تولید بکنه، ما بهش میگفتیم تولید کننده دیگه، برای اینکه بخواد مواد رو تولید بکنه یا فتوسنتز بکنه نیاز به چی داره بچه ها؟ یادتون میاد از فصل قبل که با هم دیگه خونده بودیم، از گیاهان خونده بودیم، فتوسنتز نیاز داره به یه سری مواد. یه سری مواد رو تبدیل میکنه به یه سری مواد دیگه. به چه موادی نیاز داره بچه ها؟ دوستمون داره میگه مواد معدنی. دقیقاً مواد معدنی مثل چی؟ مثل H2O یا آب، CO2، O2. خب ما تو فتوسنتز این دوتا ماده رو نیاز داشتیم اگر یادتون باشه. یا آب و کربن دی اکسید میگرفت بهتون قند تحویل میداد، ماده معدنی میگرفت ماده عالی تحویل میداد. حالا یه سوال این گیاه من که در ابتدای زنجیره غذایی قرار گرفته، ماده معدنیشو که در واقع مصرف میکنه و تبدیل میکنه به ماده عالی، بعد این ماده معدنی دیگه تجدید نمیشه؟ یعنی ماده معدنی فقط داره مصرف میشه بعد دیگه تجدید نمیشه؟ خب اینجوری باشه که ما انتظار داریم بعد از این مدت ماده معدنی به اتمام برسه، درسته؟ متوجه شدی؟ یعنی من دارم میگم گیاه همش داره این ماده معدنیه رو مصرف میکنه،
تبدیلش میکنه به ماده عالی. فتوسنتز داره انجام میده دیگه. خب این ماده عالی به موجودات دیگه میرسه. الان یه سوال هست، این ماده معدنی تموم نمیشه بعد این مدت؟ چون الان کسی رو داریم نمیبینیم ماده معدنی بخواد بسازه. آها داستان چیه؟ بیم این پایین. کلید سوال ما توی یه سری از موجودات زنده است به نام تجزیه کنندگان که اینا در واقع نقش بازیافت کننده رو دارن. چیکار میام میکنم؟ بچه خب وقتی یه موجود زنده میمیره یه سری بقایا ازش باقی میمونه، درسته؟ شما میدونید مثلا یه انسان میمیره توی قبر میذارنش، بعد چندین سال دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه، تجزیه میشه، تبدیل میشه به یه سری ذرات ساده، تبدیل میشه به یه سری مواد معدنی، تبدیل میشه به هیچ واقعا. خب براتون سوال نشده که کیه که این کار رو انجام میده، کیه که اون انسان رو تجزیه میکنه، کیه که موجودات زنده رو تجزیه میکنه؟ این تجزیه کنندگان هستن، موجوداتی که هستن که جزء خانواده مصرف کننده به شمار میان، یعنی هتروتروفن، ولی کارشون اینه که از بقایای موجودات زنده استفاده میکنن، اونا رو تبدیل میکنن به یه سری ذرات ساده، تبدیلشون میکنن به ماده معدنی. پس یه همچین چرخه‌ای دارن. ما بقایای موجودات زنده رو داریم که توسط تجزیه کننده تبدیل میشه به چی؟ ماده معدنی. خب این ماده معدنی الان دوباره میتونه فتوسنتز بشه دیگه. فتوسنتز دوباره میشه ماده عالی و میرسه به بدن موجودات مصرف کننده. الان این فتوسنتز رو کی انجام میده؟ تولید کنندگان دیگه. یعنی بچه ها یه چرخه ای از واکنشه، دقیقاً مثل فرآیند بازیافت. در ابتدای کار تولید کننده مثلا مثل گیاه، میاد از مواد ساده و معدنی. بچه ها اینجا کتاب درستتون میگه مواد ساده منظورش همون مواد معدنیه که در واقع باهاش مواد عالی رو میسازی. مواد ساده و معدنی مثل کربن دی اکسید، آب، گازهای گوگردار، گازهای نیتروژندار، اینا توسط تولید کنندگان گرفته میشن، تبدیل میشن مواد عالی. اینجا فتوسنتز رخ داده دیگه. من اینجا با این رنگم مینویسم فتوسنتز. خب مواد عالی بچه چه اتفاقی براش میفته؟ مصرف میشه توسط یه جاندار مصرف کننده. نکنید این گیاهی که در واقع اینجا مصرف شد از مواد عالیش مصرف شد. مواد عالی ساخت که قابل مصرف شد واسه این ملخ. مواد عالیش منتقل شد به ملخ. خب مواد عالی که الان ملخ دریافت کرد منتقل میشه به عنکبوت، بعد از عنکبوت میره مارمولک، همینجوری تا انتهای چرخه. خب بعد در نهایت این پلنگ میمیره دیگه، مرگ. خب وقتی میمیره چه اتفاقی براش میفته؟ تجزیه کنندگان رو تجزیه میکنن، بازیافتش میکنن. تجزیه و تبدیل به ماده معدنی. خب الان این ماده معدنی دوباره مورد استفاده است واسه گیاه. این چرخه از واکنش رو پس اینجا رخ داد. پس در واقع توی طبیعت اگر در واقع انسان توش دستی نبره همه چی سر جای خودشه، همه چی به طور طبیعی داره تولید میشه، تجزیه میشه، هیچ چیزی اضافه نیستش اینجا. ولی خب انسان مثلا میاد یه سری مواد غیر قابل تجزیه رو وارد طبیعت میکنه که خب مشکل ایجاد میکنه دیگه. مثلا از نفت میاد پلاستیک میسازه، پلاستیک غیر قابل تجزیه است، وارد محیط میشه، خب اون دیگه تجزیه نمیشه. یعنی این موجود تجزیه کننده نمیتونن روش اثر بذارن، تبدیلش بکنن به ماده معدنی. حالا بچه‌ها این همه راجع به تجزیه کنندگان صحبت کردیم، چه موجوداتی تجزیه کننده ان بچه‌ها؟ کتابتون گفته گروهی از باکتری ها و قارچ ها تجزیه کننده میباشن. بچه‌ها باکتری ها که تک سلولی ان، قبول دارید؟ تک یاخته ای ان، تک سلولی یا تک یاخته. یاختن بچه یکی از اصطلاحات فارسی شده است. قارچ بچه هم تک سلولی میشه، هم تک سلولی و هم پرسلولی. و بچه اینجا کتاب درسیتون یه عکسی آورده از یه نوع قارچ که داره از بقایای یه درخت تغذیه میکنه.
یه قارچ بزرگی هم هست به نسبت اینا ها. اینجا کتابتون راجع به تجزیه کنندگان صحبت میکنه. قارچ روی تنه درخت رشد کرده. خب این قارچی که اینجا ما میبینیمش طبیعتاً پرسلولی. حالا یه سوال، چرا بقایای موجود زنده بوی بد میده؟ یعنی میبینیم تجزیه میشه بوی بد میده. دلیلش بچا تولید یه سری گازهای گوگرددار و نیتروژن داره. تولید گازهای گوگرددار و نیتروژن دار. کی در واقع این گازها رو تولید میکنه؟ تجزیه کنندگان. یعنی تجزیه کنندگان وقتی که میان بقایای موجود زنده رو تجزیه میکنن، یه سری گازها تولید میکنن مثل گازهای گوگرددار و نیتروژن دار. مثلا گوگرد هیدروکسید یه گاز بد بود. اینجا یه مثالی هم هست بخوام بهتون بگم. حالا این تو جزوه همین فکر کنیم داره سیوش میکنه، درسته؟ آره سیوش. خب بریم اینجا. یه نکته‌ای که اینجا مهم بود اینو میخواستم بهتون بگم. جان دارنده تجزیه کننده حلقه پایانی زنجیره غذایی رو تشکیل میده. بریم توی همون زنجیره غذاییمون. گفتیم به ترتیب حلقه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. خب بچه‌ها پلنگه تا قبل اینکه جان داره تجزیه کننده رو ما بخونیم آخریش بود. اما حالا میدونیم پلنگ هم خودش میمیره. حالا در اثر یه سری عامل مختلف خودش میمیره. وقتی مرد کی ازش تغذیه میکنه؟ کی مصرفش میکنه؟ تجزیه کنندگان. پس تجزیه کنندگان آخرین حلقه به شمار میرن. یعنی اینجا عقابو که به عنوان آخرین حلقه کشیده، در اصل عقابه آخرین حلقه نیست. عقاب وقتی بمیره تجزیه کنندگان میان ازش مصرف میکنن. پس ما میتونیم بگیم تقریبا توی هر زنجیره غذایی این تجزیه کننده است که آخرین حلقه رو تشکیل میده. حالا چه سودی واسه خود تجزیه کننده داره؟ خب طبیعیه دیگه، از ماده عالیه یه جاندار داره استفاده میکنه. یعنی خودش داره مصرف میکنه یه جاندار دیگر رو. بقایای یه جاندار دیگر داره مصرف میکنه. اصلا منبع غذایش همون باقی مانده است. این تا سوال کنید بچه ها. هم سوالاتتون رو نگاه میکنم. کلاس بچه ها تا ساعت 5:30. ممکنه انگل هایی باشن که از تجزیه کنندگان تغذیه کنن؟ ببین اگه انگلی که بخواد این کارو بکنه رو ما در نظر بگیریم، اون جزء حلقه پایانی زنجیره غذایی محسوب نمیشه. ممکنه یه چنین انگلی باشه ولی جزء حلقه پایانی دیگه محسوب نمیشه. چرا؟ چون انگل باعث مرگ اون جاندار میزبانش نمیشه. اون رابطه شکار و شکارچیه که یه جاندار باعث مرگ اون یکی جاندار میشه، ولی انگل باعث مرگ نمیشه. صرفا باعث میشه که اون یکی جاندار میزبان ضرر بکنه. میتونیم بگیم چرا که نه. کلاس پخش آنلاین، ما الان آنلاینیم دیگه. اگه منظورتون آفلاینه که فکر بکنم تو آپارات هم بذارم بچه ها. بریم حلش بکنیم. دستو گفته هر جاندار تغذیه کننده انرژی مورد نیاز خود را از بقایای جانداران دیگه تامین میکند. اینو فعلا نگهش داریم. دارای غشایی در اطراف ماده وراثتی خود است. اینم باید توضیح بدم، نگهش میداریم. فقط با استفاده از میکروسکوپ دیده میشه، یعنی فقط تک سلولی. این غلطه دیگه. ما یه قارچ دیدیم که رو تنه درخت بود. این غلطه کاملا. توانایی تبدیل مواد معدنی به عالی ساده، برعکس گفته دیگه، مواد عالی رو به معدنی تبدیل میکنه. اینم غلطه. بچه همیشه توی تست دو تا گزینه رو خیلی راحت میتونید رد بکنید. یعنی تست اگر در سطح متوسط باشه، تست معمولی باشه، دو تا گزینه‌شو راحت میتونید رد بکنید. مثلا همین اول 4 تا گزینه رو بخونید، دو تا گزینه که تابلوان رو رد بکنید، بین دو تا گزینه نهایی یه ذره بیشتر فکر بکنید متوجه میشید. خب اولا که گزینه 2 داره چی رو بهمون میگه؟ مثلا غشا در اطراف ماده وراثتی یعنی چی؟ اولا ماده وراثتی خودش یعنی چی؟ ماده وراثتی یعنی دی ان ای، درسته؟ ماده وراثتی یعنی دی ان ای. شما خوندید که از یه جاندار به جاندار بعدیش منتقل میشه، از یک نسل به نسل بعدی منتقل میشه. شما دی ان ای پدر و مادرتون رو دارید، پدر و مادرتون دی ان ای پدر بزرگ مادر بزرگتون رو دارن. این دی ان ای همش داره به ارث میرسه که صفات شما رو تعیین میکنه. خب حالا دی ان ای بچه
توی یه سلول کجا قرار داره؟ اینجا ما باید بپردازیم به جاندارن یوکاریوتی و پروکاریوتی. شما قبلا خوندید یوکاریوت پروکاریوت، درسته؟ ما سلول ها رو به دو دسته طبقه بندی میکردیم، سلول های زنده به دو دسته طبقه بندی میشده، یوکاریوت و پروکاریوت، که فرق اساسیشون چی بود؟ ما در جاندار یوکاریوتی در داخل سلول اجزای غشادار میدیدیم، ولی تو پروکاریوتی ها اینطور نبود، اجزای غشادار در درون سلول دیده نمیشد. مثلا یه مثالی از اجزای غشادار چی بود؟ هسته. هسته چی بود؟ یه ساختار کروی شکل تقریبا که داخلش دی ان ای وجود داشت، داخلش ماده وراثتی وجود داشت. پس یوکاریوت میتونیم بگیم هسته مشخص دارد، پروکاریوت هسته ندارد. خب الان این غشایی که راجبش حرف زده، غشای منظورش همون هسته است دیگه. هسته جنسش از غشاه بچه، پوشش هسته جنسش از غشاه. یعنی یه سلول من باشه، این هسته رو داره، داخل هسته ما چی داریم؟ دی ان ای رو داریم. اما واسه یه پروکاریوت شما میاید توی دهم هم بیشتر باش آشنا میشید، یه همچین سلولیه ولی اصلا دی ان ایش نه به صورت خطیه بلکه این شکلیه، دی ان ایش به غشای خود سلول بست شده. هیچ چیزی به نام هسته شما دیگه اینجا نمیبینید، پوشش هسته ما دیگه نداریم اینجا. خب حالا داره میگه هر جاندار، هر یعنی همه تجزیه کنندگان هسته دارند. اینجوری ما اومدیم ترجمهش کردیم گزینه دو رو. بچه کدوم جانداران بودن پروکاریوت محسوب می شدن؟ تمام باکتری ها پروکاریوت بودن، تمام باکتری ها. از بین اون پنج دست جاندار تمام باکتری ها پروکاریوت بودن. خب الان مگه باکتری نمیتونه تجزیه کننده باشه؟ میتونه. خب باکتری پروکاریوته، اصلا هسته نداره، پس این هم رد میشه و گزینه یک باقی میمونه. بچه گزینه یک، اصلا شرط این که جاندار ما تجزیه کننده باشه اینه که از بقایای موجود دیگه بخواد تغذیه بکنه، وگرنه فرض بکنید اگر این اتفاق نیفته چه فرقی میکنه با یه جاندار مصرف کننده معمولی؟ مثلا بگیم از یه موجود دیگه تغذیه بکنه. خب من مصرف کننده ام، الان میرم از یه موجود دیگه تغذیه میکنم، از گاو، گوسفند، گوشت میخوریم، مصرف میکنیم، داریم تغذیه میکنیم. ولی شرط تجزیه کننده بودن این بود که حتما از بقایای موجود زنده، یعنی اون موجود مرده باشه، بعد تجزیهش بکنه، از بقایش استفاده بکنه، اونو تجزیه بکنه. پس این یک درسته، یک پس شد درست. آفرین اونایی که درست حل کردن. یه تستم اینجا داریم راجع به حلقه غذایی، اینو حل کنید. خب بچه ها گزینه رو فرستادم، بریم حلش بکنیم. کدام عبارت صحیح نیست؟ حلقه اول هر زنجیره غذایی یک جاندار تولید کننده است. این حتما باید درست بشه، اصلا شرط گذاشتیم براش این بالا، این شرطی بود که این بالا گذاشتیم، حتما باید تولید کننده باشه. پس این غلط، ما نادرست میخواییم. ممکن است در یک زنجیره غذایی دو جاندار از یک رده باشند. اولین حلقه زنجیره غذایی ممکن است اولین مصرف کننده نیز باشد. اولین مصرف کننده زنجیره غذایی ممکن است آخرین حلقه زنجیره غذایی باشد. خب بریم سه تا گزینه رو بررسی بکنیم. واسه چهارم یه مثال شما باید تو ذهنتون بیارید، یه مثال نقض. بعضی از گزینه‌ها رو بخواید رد بکنید باید یه مثال نقض براش پیدا بکنید. ما الان دنبال یه زنجیره غذایی می‌گردیم که اولین مصرف کنندش آخرین مصرف کننده باشه. مثال نقض رو بذاریم من براتون بگم. مثلا یک گیاه حلقه اول باشه، چون باید یه جاندار تولید کننده باشه دیگه، و حلقه بعدیش یک انسان باشه.
خب انسان الان توی این حلقه اولین مصرف کننده است و آخرین مصرف کننده، چون موجود زنده دیگه، حالا توی معمول بخوایم در نظر بگیریم، شرایط خاص رو بذاریم کنار، موجود زنده دیگه از انسان نمیتونه بیاد تغذیه بکنه، حالا مگر اینکه تو طبیعت باشه و یه سری شرایط خاص باشه که حالا اونو کار نداریم، از انسان دیگه تغذیه نمیکنه. حالا اینکه حلقه غذایی کجا مثلا رخ میده؟ تو شهر، تو روستا داره رخ میده همچین حلقه غذایی. این الان اولین مصرف کننده است و آخرین مصرف کننده است، پس این ممکنه. سه، میگه اولین حلقه زنجیره غذایی ممکن است اولین مصرف کننده باشه. بچه اولین حلقه گفتیم همیشه تولید کننده است، اصلا مصرف کننده بودن براش ممکن نیست، پس اینم رد میشه. دو، میگه ممکن است در یک زنجیره غذایی دو جاندار از یک رده باشن. چرا که نه؟ الان ما مثلا چرا نمیتونیم یه چنین چیزی ببینیم؟ این هم رد میشه. گزینه سه نادرست بود دیگه، من اینو ردش کردم، نادرست بود. گزینه سه غیر صحیح بود. واسه گزینه دو بچه چه مثال نقضی دارید؟ من واسه دو میخوام یه مثال نقض بیارم. دو جاندار از یه رده باشن و تو یه زنجیره غذایی هم قرار گرفته باشن. یه زنجیره غذایی برای من مثال بزنید، دو جاندارش از یه رده باشن. سلام زهرا، ما داریم حواس جلو جلو هم حتی تدریس میکنیم. میدونم خیلی از مدارس به فصل 15 نرسیدن، اینجا دارن کامل یادش میگیرن. بچه ها از صفر شروع کردیم، داریم اینجا یادش میگیریم. نیازیست حتما یه دیدی داشته باشی از فصل. درسته دیگه. بچه ها چه مثالایی دارم براش؟ من این فعالیت رو حل بکنم، شما مثالتون رو فکر بکنید، بعد بهم بگید تو چت. خب گفتگو کنید، یه گفتگو کنید بچه ها، توی کتاب درسیتون هست، مهمه. میگه شیوع سرطان در منطقه زیاد شده، کارشناسان علت آن رو وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمینه کشاورزی هم مراتع آن منطقه میدانند. چگونه این ماده که در خاک است عامل سرطان در مردم آن منطقه شده؟ اچه الان که دیگه دیدتون نسبت به زنجیره‌های غذایی کامل شده، راحت میتونید به این گفته بکنید و پاسخ بدید. دلیلش چیه؟ خب این خاک ماده آلاینده داره، ماده آلایندهش مصرف میشه توسط گیاه. مگه گیاه از مواد معدنی توی خاک استفاده نمیکنه؟ پس ماده آلاینده به گیاه میرسه و خب این گیاه هم به نحوی در واقع منبع غذایی انسان میشه دیگه، چون راجع به زمین کشاورزی داریم صحبت میکنیم. در نهایت منبع غذایی انسان میشه. خیلی ساده بود گفته بکنیدش، یه حلقه غذایی صرفا. حواست باشه خاک جزء حلقه زنجیره غذایی نیست، خاک جزء زنجیره غذایی نیست. چرا نیست؟ چون خاک زنده نیست، اصلا جزء زنجیره غذایی نیست. صرفا اینجا مواد معدنی گیاه رو داره تامین میکنه، یه محیطیه که گیاه داره ازش مواد معدنی رو تامین میکنه. آره مثال زدن، مثلا واسه همین زنجیره که ما اینجا مثال زدیم، ملخ و عنکبوت هم کاملا میتونه صادق باشه مثالی که ما براش زدیم. بیایم پایین تر. خب حالا میخوام راجع به روابط بین جانداران بیشتر صحبت بکنم. ما تا اینجا داشتیم ویژگی های بومسازگان رو بررسی میکردیم، با بومسازگان کامل آشنا شدیم، چه اتفاقی توش میفته و دوتا اتفاق مهمی که توی هر بومسازگان بود رو توضیح دادیم. چه اتفاقایی بود بچه ها؟ یکی انتقال انرژی که تو زنجیره غذایی رخ میداد اینجا. این خیلی مهمه بچه ها. سعی معلن این نیم ساعتی که گذشتشیم راجع به این دوتا اتفاق بومسازگان صحبت میکردیم. انتقال انرژی که تو زنجیره غذایی رخ میداد و چرخه مواد. بچه چرخه مواد همون چرخه بود که گفتیم ماده معدنی من توسط گیاه مصرف میشه، گیاه ماده عالی تولید میکنه، ماده عالی به جانداران مصرف کننده میرسه، جاندار مصرف کننده بعد میمیره، از بقایاش یه موجوداتی به نام تجزیه کننده استفاده میکنن، دوباره ماده معدنی رو میسازن. یعنی من از اول چرخه رو شروع کردم، دوباره رسیدم به اولش.
از این چرخه مواد منظورش ارتباط داشت با همون جانداران تجزیه کننده. یاد جانداران تجزیه کننده بیفتید وقتی که چرخه مواد رو بهتون میگه. خب این از حالا میخوایم راجع به روابط بین موجودات زنده صحبت بکنیم. اول از همه کتاب راجع به همزیستی صحبت میکنه. همزیستی بچه سه نوع داره. کلن اصلا مفهوم همزیستی یعنی چی؟ یعنی چند جاندار در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. حالا اینکه شیوه زندگیشون در کنار همدیگه چجوریه رو ما نمیدونیم. به هر حال جاندارانی که با هم همزیستی میکنن به وجود یکدیگر نیاز دارن. این بهترین تعریفیه که واسه همزیستی میتونید ارائه بکنید. جاندارانی که به وجود هم نیاز دارن. جاندارانی که به وجود هم نیاز دارن همزیستی انجام میدن. حالا چجوری به وجود هم دیگه نیاز دارن؟ به این سه شکل. یا با هم دیگه همیاری میکنن، یا همسفرگی دارن با هم دیگه، یا رابطه انگلی بینشون برقراره. همیاری یعنی چی بچه ها؟ یعنی من سود بکنم تو این رابطه، تو هم سود بکنی، جفتمون داریم سود میکنیم، دو سر سود. همسفرگی یعنی چی؟ یعنی یکی داره سود میکنه و یکی داره نه سود میکنه نه ضرر، هیچ فرقی براش نمیکنه. در از یه موجود هستش که اینجا داره سود میکنه واسه اون یکی هیچ فرقی نداره. ولی انگلی داستانش فرق میکنه، یکی سود میکنه و یکی ضرر داره میکنه و ثوابتشون اینه، یکی سود یکی ضرر. فرقش با همسفرگی اینه که اون یکی سود میکرد، در اون مورد بی تفاوت بود، هیچ فرقی براش نداشت. پس این سه نوع رابطه رو ما داریم. کتاب درسیتون یه خود را بیازمایید میاره با این سه تا موجود، سه تا در واقع شکل همزیستی ما رو میخواد بیازمایید. ببینیم داستانش چیه. میگه الف چیه؟ الف میگوی تمیز کننده در حال خوردن انگل‌های دهان مارماهیه. میگه یه میگوی هست داره انگل‌های دهان یه مارماهی رو میخوره. الان بین این میگو و این مارماهی چه رابطه‌ای برقراره؟ کدوم نوع همزیستی برقراره؟ باری که الان هر دو دارن سود میکنن، هم میگو داره سود میکنه اینجا، هم مارماهی. چرا؟ چون الان مارماهی در درونش انگل هست، این انگل داره از بین میره توسط میگو، پس هر دوتاشون دارن سود میکنن. اسم این چی بود؟ همیاری، دو سر سود. ب داره میگه ماهی های کوچک همراه با کوسه شنا میکنن و پس مانده شکار کوسه رو میخورن، کاری به کار کوسه هم ندارن. خب من همین که گفتم کاری به کار کوسه ندارن، ماهیه که مشخصه داره سود میکنه، کوسه هم که غذاشو خورده، ماهی کوچیک هم اصلا کاری به کارش نداره، بی تفاوته کاملا. پس یکی داره سود میکنه یکی بی تفاوته، میشه چی؟ همسفرگی. و مورد آخر، کنه در حال مکیدن خون انسان. خب مشخصا انسان داره ضرر میکنه، کنه داره سود میکنه، این انگلیه، تابلوه. خب یه رابطه چهارمی هم اینجا کتاب درسیتون بهمون معرفی میکنه، رابطه بین زنبور و گیاه گلدار. میگه به نظر شما چه رابطه بینشون برقراره؟ من یه توضیح بدم کاری که در واقع اینجا صورت میگیره. زنبور توی گرد افشانی گیاهان گلدار نقش داره. گرد افشانی چیه؟ در واقع باعث میشه که تولید مثل گیاه گلدار بهتر انجام بشه. گرده ها اینجا در واقع نقش گامت نر گیاه رو بر عهده دارن. گرده باید پخش بشه تو محیط که با گیاهان دیگه لقاح انجام بشه، تولید مثل بخواد انجام بشه. خب الان گیاه اینجا داره سود میکنه یا ضرر؟ داره سود میکنه دیگه. چرا؟ چون توی تولید مثلش ما داریم کمک میکنیم، در واقع زنبور داره کمک میکنه. حالا زنبور چی؟ اینجا داره سود میکنه یا ضرر؟ بچه ها وقتی زنبور داره از گرده یه گیاه مصرف میکنه، داره تغذیه میکنه، از یه سری منابع غذایی داره تغذیه میکنه، پس بازم به سود زنبوره. الان هم زنبور داره سود میبینه هم گیاه گلدار. چرا؟ چون گیاه گلدار تو تولید مثلش به زنبور نیاز داره، گرده افشانی زنبور رو نیاز داره. اینا هم این گرده افشانی توی 11 هم باش آشنا میشید، کامل میخونید. در واقع فرایند تولید مثل گیاهه.
اگر این گرد افشانی نباشه گامت نر با گامت ماده گیاه لقاح انجام نمیده و خب گیاه نمیتونه تولید مثل بکنه. پس خیلی فرآیند مهمیه. خب پس اولا که شد همیاری پاسخ ما، هر دو تا دارن سود میکنن. حالا اینجا یه نکته دیگه ای رو به ما گفته، گفته انواعی از حشره ها در گرد افشانی گل ها نقش دارن، فقط زنبور نیست. اما چرا گفته میشه که زنبور از همه نقشش مهمتره؟ دلیلش بچه اینه، دلیلش اینه چون بیشتر حشرات از یک نوع گل تغذیه میکنن، اما زنبور از گلهای متعدد تغذیه میکنه و سبب میشه که گرد افشانی گلهای متعدد و بیشتری صورت بگیره. معمولا حشرات دیگه مثلا فرض بکن یه نوع مگس از یک نوع گیاه فقط تغذیه میکنه، یه گیاه خاص، یه گیاه فیوریتی داره، یه گیاه مورد علاقه ای داره، از همون فقط استفاده میکنه. ولی زنبور براش فرقی نمیکنه، از همه گیاهان تقریبا میتونه استفاده بکنه، گرد افشانی تمام گیاهان رو میتونه انجام بده، واسه همین مهمتره. این دلیلی که اینجا آوردیم براش. خب اینو برامو حل بکنید شما. چه سریع حل کرد. تست الان آوردیم. راجع به کلاس سالیانه شقایق پرسیدی، ما برای نهم کلاس سالیانه نداریم. کلاس سالیانه هم واسه کنکوره. دهم، یازدهم، دوازدهم. واسه نهم کلاسی که در واقع هزینه ای داشته باشه ما برگزار نمی‌کنیم. کلاس اون به همین شکل رایگان، حالا به شکل اردو نوروزی یا شب امتحان یا مثل همین دوره‌ها در واقع برگزار میشه. دوره سالیانه نداریم واسه اینو. خب بریم که اینو حل بکنیم. در هر رابطه همزیستی همواره حداقل یکی از طرفین رابطه از جانور مقابل سود میبره. فعلا اینو بذاریم همواره گفته، یعنی هیچ مورد نقضی نباید باشه. حداقل یکی از طرفین رابطه از جانور مقابل زیان میبینه؟ نه. الان مثلا همیاری یا همسفرگی هیچکی زیان داره نمیبینه، پس این رد میشه. هر دو جاندار جزء گروه جانوران هستند. بچه جانوران یکی از دسته های جانداران محسوب می شد دیگه. ما 5 دسته جاندار داشتیم. چی بود؟ باکتری، قارچ، آغازی، گیاه، جانور. خب الان یعنی بین قارچ ها، بین مثلا موجودات دیگه شما نمی تونی همزیستی ببینی؟ مثلا یه مثال براتون می زنم. بین یه باکتری در روده بزرگ انسان و خود انسان یه مثال داریم میزنیم، باکتری که خب جزء دسته باکتری هاست، انسان هم جزء دسته جانورانه. خب الان چه رابطه بین اینا برقرار میشه؟ باکتریه یه سری مواد رو تجزیه میکنه در روده بزرگ انسان که انسان نمیتونه اونا رو گوارش بده، انسان از اون مواد گوارش شده استفاده میکنه برای خودش، جذبشون میکنه. این وسط باکتری که داره این کارو میکنه مواد غذایی مورد نیاز خودش رو هم تامین میکنه. الان بین انسان و این باکتری بچه چه رابطه برقراره؟ کرم کدویی که بچه مثال زدید، کرم کدو هم جانور. من میخواستم یه جانداری مثال بزنم که جانور نباشه، واسه همین باکتری رو مثال زدم. خوب گوش کنید یه بار دیگه میگم. ببینید یه باکتری در روده بزرگ انسان زندگی میکنه که به انسان در گوارش یه سری از مواد غذایی کمک میکنه. خب انسان نمیتونه خودش این مواد غذایی رو تجزیه بکنه، مجبوره که از این باکتری استفاده بکنه برای اینکه بخواد مواد مورد نیاز خودش رو به دست بیاره. این وسط باکتری هم که میاد مواد غذایی رو تجزیه میکنه، خودش از یه سری از مواد تغذیه میکنه، هم خودش اینجا داره سود میبره هم انسان. پس طبیعتاً همیاریه، انگلی نیستش. بچا همه باکتری هایی که در بدن ما زندگی میکنن مضر نیستن، یه دسته خیلی زیادی از باکتری ها هستن که مفیدن برای ما. هر باکتری که شما اسمش رو شنیدید نباید بگید انگل، رابطه انگلی برقرار میکنه یا مضره یا بیماریزه. یه دسته خیلی زیادی از باکتری ها هستن کاملا مفیدن. مثلا نمیدونم شنیدید یا نه، ماستای مثلا پرولاکتیک، پروبیوتیک یا همچین چیزی تو بازار هست. اینا یه سری باکتری های ویژه‌ای توشون وجود داره که الان در ادامه کارم میرسیم بهش. یه سری باکتری های مفید توشون هست که برای فعالیت دستگاه گوارش خیلی مهمه و خیلی مفیده، کمکتون میکنه کلی. پس همشون لزوما مضر نیستن. الان این رابطه‌ای که مثال دادم براتونم یه رابطه همیاری بود.
پس این گزینش ها رو من میام ردش میکنم. و سه، حداقل یکی از طرفین نه سود میبره و نه زیان میبینه. یعنی میگه توی هر رابطه ای یا باید سود ببره یا باید زیان ببره. خب نه، الان واسه همیاری، واسه همیاری دو سرشون دارن سود میبرن، هر دو طرف داره سود میبره، پس اینم رد میشه. و گزینه یک میگه حداقل یکی از طرفین دارن سود میبرن. بچه اگر این اتفاق نیفته که اصلا با هم دیگه همزیستی نخواهند داشت، باید حتما یکی سود ببره. حالا یا اینی که داره سود میبره اون یکی هم باهاش سود میبره که میشه همیاری، یا اینی که داره سود میبره اون یکی براش هیچ فرقی نداره میشه هم سفرگی، و مورد آخر هم اونی که داره سود میبره اون یکی داره ضرر میکنه میشه انگلی. پس حتما یکی باید سود ببره. یک درسته. خب تست بعدی، تست بعدی البته یه قسمتی از کتاب درسی رو هم با هم بخونیم. اینجا اول خودتون رو یه امتحان بکنید ببینید میتونید حلش بکنید این تستو، بعد برسیم بهش. جانور شکارچی، ما اصلا دیگه از همزیستی اومدیم بیرون. بذارید اینو براتون بیارم. ما از همزیستی دیگه اومدیم بیرون، همزیستی رو کامل گفتیم، شکار و شکارچی رو باید بگیم. این قشنگتره که هنوز تدریس رو نگفتیم، شما اینو میتونید حل بکنید یا نه، بعد یاد میگیریم با هم. گزینه اومده ماشاءالله، ببینیم درسته یا نه. خب قبل اینکه بخوام سوالو حل بکنم، میرم اول سراغ دومین رابطه‌ای که راجعش باید صحبت بکنیم، یعنی شکار و شکارچی، که خب مشخص داستان چیه حتما میدونید. اولا که یه سری ویژگی‌های مهم رو ما باید بررسی بکنیم تو این رابطه. یه جاندار شکاره و یکی شکارچی. واسه یه شکارچی بچه ما باید یه حرف مهمی رو بزنیم، اونم اینه که جانور گوشتخوار اینجا حتما وجود داره. جانور ما حتما باید گوشتخوار باشه. شکارچی که میگیم حتما باید گوشتخوار باشه، مصرف کننده و گوشتخوار. پس این اولین نکته ایه که باید راجع به همه شکارچی ها بدونیم. حالا گفته شکار کردن روش های مختلفی داره. بعضی از شکارچی ها خب حرکت میکنن، مثالش رو اینجا مثلا شیر زده داره حرکت میکنه، خب مشخصه. ولی گفته لزوماً برای شکار کردن نیاز به حرکت کردن نیست. لزوماً نیاز به حرکت کردن نیست. بعضی از موجودات زنده بدون اینکه حرکت بخوام بکنن شکارشون رو انجام میدن. مثلا شقایق دریا، یا مثال دیگه‌ش هم براتون میزنم. از این گیاهان هستن، گیاهان گوشتخوار بهشون میگیم. ونوس فکر کنم اسمشون هست. گیاهان ونوس. در جای خودشون ثابتن ولی حشرات رو شکار میکنن. شکارچیان اینجا. بهش گیاه گوشتخوار هم گفته میشه، اون هم سر جای خودش ثابته. پس لزوماً شما نمیبینی که موجود شما حرکت بخواد بکنه برای شکار کردن. این نمودار خیلی مهمه و خب خیلی هم بدیهیه. چند بار تو تیسوشان سوال اومد. بخوایم بررسیش بکنیم، اولا که دوتا خط رو معرفی بکنیم. این بنفش تیره تره میشه شکار، موجودی که شکار میشه. شکارچی موجودی که شکار میکنه، با بنفش نشونش داده، بنفش روشن‌تر. چی رو داره نشون میده؟ یه نمودار زمان جمعیته. داره میگه من از اینجا شروع میکنم، از یه جایی به بعد جمعیت شکار ما توی منطقه زیاد شد، موجودی که شکار میشه. مثلا من اسمش رو اینجا میذارم بز. شکارچی من مثلا گرگه. خب جمعیت بز که زیاد شد، یه مدت بعد میگذره، یعنی تقریبا یه همچین فاصله زمانی، یه مدتی که میگذره شما میبینی که جمعیت گرگم به دنبالش زیاد شد. یعنی چی رو داره میرسونه؟ میگه که جمعیت بز و گرگ به همدیگه وابسته است، جمعیت شکار و شکارچی به همدیگه وابسته است. اگر تعداد شکار کم بشه، یعنی خب منابع غذایی شکارچی کم شده و طبیعتاً جمعیت شکارچی کمتر میشه. اگر منابع غذایی زیاد بشه، یعنی شکار زیاد بشه، طبیعتاً جمعیت شکارچی هم میره بالا.
پس این همچین نموداریه، اصلا هم پیچیده نیست، فقط داره بهت میگه که ما در اینجا که نوک قله رو داریم، بیشترین جمعیت شکار داریم، یه خورده بعدش ما میبینیم که جمعیت شکارچی هم به نوک خود رسیده، به قله خودش رسیده. پس این نموداره، حالا تست توتیشونش الان میام حل میکنیم با هم. و یه سری داستانای دیگه هم راجع به شکار و شکارچی، یه سری سازوکارها که هم شکارچی ها ازش بهره میبرن، هم شکار ازش بهره میبرن. مثلا یه نمونش استتاره که الان راجع بهش حرف میزنیم. اینجا گفته جانورانی که شکار میشن، خب به ضررشونه دیگه، تو این رابطه اونی که داره شکار میشه به ضررش، باعث میشه که احتمال زنده موندنش کم بشه به مرور زمان، یا حتی در یه سری شرایط ممکنه که منقرض بشه. مثلا توی رابطه‌ای که بین پلنگ و انسان هست، شما میبینید که اینقدر شکار میشه در برخی موارد دیگه کلن منقرض میشه اون جاندار ما. اما تو طبیعت خیلی کم اتفاق میفته که تو رابطه شکار و شکارچی موجود کلن منقرض بشه. حالا موجودی که شکار میشه برای اینکه احتمال شکار شدنش کم بشه یه سری سازوکارها داره. مثلا یه نمونهش اینجا گفته خیلی جالبه، این دوتا موجودی که شما میبینید، یکیش ماره، این ماره، این یکی نوزاد کرمی شکل یه حشره است که شبیه ماره. گفته یه سری خط و نگارها روی بدن این نوزاد کرمی شکل هست که اون رو شبیه مار میکنه. خب این چه کمکی بهش میکنه؟ شانس شکار شدنش کمتر میشه. یه موجودی که میخواد اینو شکار بکنه، وقتی میاد میبینه این یه همچین شکلی داره شبیه مار میمونه، میترسه ازش و دیگه شکارش نمیکنه. یا مثلا استتار کردن. اینی که براتون مثال زدم استتار نبود. استتار یعنی چی؟ یعنی که موجود زنده ما در جایی بخواد قرار بگیره که تشخیص آنها از زمینه دشوار باشه. یعنی شما اینو با محیط نتونی تشخیص بدی. استتار میکنم اینجا؟ یه ذره باید روشن‌تر باشه پیرهن ما. استاد چکوریان هستن اینجا. سلامی نریم با بچه‌ها. خب بس استتار داستانش یعنی این که شما با بک‌گراندت عملا ست بکنی دیگه، نشه شما رو تشخیص داد. مثالش اینجا هست، دو تا مثال داری اینجا، عملا واقعا نمیتونی تشخیص بدی، تشخیص سخته. اگر این شاخک‌ها نبود نمیشد واقعا تشخیص داد. خب درگیری خودم به شخصه درگیری برنامه‌ام، ولی بقیه کلاس‌ها رو می‌ذاریم شیمی و آخر درس دوران. حتما فکر کنم بچه شنیدن دیگه. استاد دادم قراره که کلاس شیمی هم براتون برگزار بشه، یه خورده استاد درگیرن، زیستم ادامهش میدیم. و چون یه خورده الان ریاضی فیزیک هم که چی؟ آره میذاریم انشاءالله. فقط اینکه توی خورده ما در تایم خیلی شلوغی قرار گرفتیم، بچه‌های کنکوریمون هستن، دورای نکته و تست هست، شب امتحان هست، یه خورده درگیری زیاده، ولی خب سعی میکنیم که این دورامون هم برای شما کامل بکنیم. خب استتار دو نمونهشو داریم میبینیم، یکی واسه یه حشره است که حالا شبیه برگ کرده خودشو، یکی دیگه هم اینجا واسه یه ماهیه، یه ماهی تو این شکل که الان اینجاست دقیقا ماهی ما، این چشمشه، اصلا کاملا شبیه پس زمینه خودش شده، استتار کرده. واسه چی خب استتار کرده؟ ممکنه جاندار ما شکارچی باشه، استتار بکنه با محیط که شکار اونو نبینه، شکار مثلا بیاد بهش نزدیک بشه بعد یهو سورپرایزش بکنه، یا اینکه نه ممکنه خودش شکار باشه برای اینکه بخواد از شکارچی فرار بکنه خودش رو استتار بکنه. پس استتار هم واسه شکارچی میتونه باشه هم واسه شکار. تستو الان بریم حل بکنیم. آفتاب پرست هم استتار میکنه، خودش رنگش رو تغییر میده. خب چه سریع از گرم بچه ها. میگه جانور شکارچی ممکن است از حلقه اول زنجیره غذایی تغذیه بکنه. چیز کاملا ممکنیه دیگه، تکمیل نمی کند. این ممکنه بچه ها یا نه؟
دو رو میخونیم. گفتم وقتی شک دارین گزینه ای رو الان روی یک بچه ها نگفتن دلیلشو. وقتی شک دارین بقیه گزینه رو بخونید. چهار تا گزینه دارید. سه تا رو راحت میتونید رد بکنید به جوابتون برسید. خب دو میگه در جای خود ثابت بماند و حرکتی نکند. ممکن است. مثال زدیم شقایق دریایی. از روش استتار برای شکار استفاده بکند. خب اینم ممکنه الان براتون گفتم اینم رد میشه. در صورت کاهش شکار دچار کاهش جمعیت شود. شکار وقتی خب کم میشه انگار منبع غذایی کم شده. پس جمعیت هم کم میشه. خب الان سه مورد رد شد. یکی که مونده بودی الان شد جواب. یعنی عملا بدون اینکه یکو بدونی تو میتونی به جوابش برسی. حالا میگه از حلقه اول زنجیره غذایی تغذیه میکنه. بچه‌ای که گفتن یک چرا میگین یک؟ الان داره از یه جاندار دیگه تغذیه میکنه. چرا شکارچی نیستش؟ چرا من باید یکو غلط بگیرم؟ نادرست تکمیلش بکنم؟ میتونه کسی بهم بگه؟ باریکلا، باید حتما گوشتخوار باشه. اون اول کار بهتون چی گفتم؟ جانور شکارچی من حتما گوشتخوار باید باشه. خب الان که چی؟ گوشتخوار باشه. خب چرا گزینه یک غلطه؟ حلقه اول یادتون میاد ما راجبش حرف زدیم کلی، گفتم حلقه اول یه موجود تولید کننده است، مثلا گیاه. اینجا راجبش حرف زدیم. ویژگی اولین حلقه هر زنجیره باید حتما جاندار تولید کننده باشه، مثلا مثل گیاه. خب الان موجودی که میاد از این گیاه تغذیه میکنه گوشتخواره مگه؟ گوشتخوار نیست. پس شکارچی نمیتونه توی دومین حلقه قرار داشته باشه از حلقه اول تغذیه بکنه. ما مثلا یه مثال اینجا زدیم و گفتیم انسان و گیاه. یادتون میاد اینجا انسان و گیاه. خب الان شاید پیش خودتون بگید انسان شکارچیه. بچه‌ها کاری ندارید به اینکه انسان شکارچی هست یا نه. شما باید ببینید توی این زنجیره انسان شکارچی محسوب میشه یا نه. درسته انسان مثلا توی زنجیره دیگه ممکنه مثلا گاو و گوسفند رو شکار بکنه، شکارچی محسوب بیاد. ما راجع به این زنجیره، الان این زنجیره ما فقط گیاه و انسان رو داره. توی این زنجیره انسان شکارچی نیست. ممکنه توی یه زنجیره دیگه شکارچی باشه ولی تو این زنجیره نیست. پس الان تو این زنجیره ما گیاه شکارچی نمیدونیم. ولی توی زنجیره دیگه ممکنه باشه. پس اینم شد گزینه یک. این خیلی سوال به نسبت دشواری بود. یعنی جزو سوالایی بود که قشنگ باید مفهوم متوجه بشید اینو بتونید حل بکنید. خب این از این. بریم راجع به رقابت صحبت بکنیم. سومین رابطه‌ای که بین جانداران برقرار میشه رقابت. خب اولا که رقابت کی اتفاق میفته بین جانداران؟ کی اتفاق میفته؟ زمانی که یک کدوم از این چیزایی که کتاب درسید میگه بین دوتا جاندار شبیه باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه بار دوتا جاندار باشن منبع غذایشون با هم دیگه شبیه باشه. خب پس این یه شباهت. ممکنه منبع غذایی یا مثلا آب یا ممکنه محل زندگیشون با هم دیگه شبیه باشه. پس اینم دومی. اگر از این دو جهت با هم دیگه شبیه باشه ممکنه که دعوا بکنن با هم. چرا؟ خب ببینید محل زندگی و منبع غذایی پایان ناپذیر که نیست، تموم میشه. یعنی یه تعداد محدود ازش داریم، به همه ی جانداران نمیرسه. خب جانداران برای اینکه بخوام به اون مقدار کم دسترسی پیدا بکنن باید با هم دیگه رقابت بکنن. مثل دقیقاً چی؟ واسه کنکور شما رقابت میکنید، واسه تیزوشون شما رقابت میکنید، چون یه تعداد صندلی محدود هست و خب تعداد داوطلبا زیاده. برای اینکه داوطلبا بخوام به اون صندلی برسن باید رقابت بکنن. پس یه همچین چیزی رو ما تو طبیعت هم داریم. الان شباهت این موجودات توی رقابت اینه که منبع تغذیهشون یکیه یا محل زندگیشون یکیه. خب مجبورن که سرش با هم دیگه رقابت بکنن چون تعداد محدوده، باید بهترین ها فقط پیروز بشن. حالا رقابت ما بین کیا میبینیم؟ بین جانداران یک گونه میبینیم که مثلا روی منبع غذایشون دارن دعوا میکنن. بین افراد یک گونه ممکنه بین افراد گونه های مختلف ببینیم. مثلا اینجا عقاب رو میبینید با یه موجود زنده دیگه که فکر میکنم شبیه کرکس باشه ولی کرکس هم نیست چون کرکس گردنش درازتره. حالا به هر حال
عقابه اینجا یه شکاری کرده، اینا دارن لاشخوری میکنن، میخوان بیان غذا رو از عقاب بدزدن، دارن رقابت میکنن عملا با هم دیگه. حواستون باشه چه فرقی با رابطه شکار و شکارچی اینجا هست. شکار و شکارچی اینجوری بود که یه جاندار میخواست از خود جاندار دیگه تغذیه بکنه، از شکار میخواست تغذیه بکنه، اما اینجا اصلا هدف تغذیه یه چیز دیگه است. یه غذای اینجا افتاده، همه موجودات میخوان از اون غذا استفاده بکنن و این وسط با هم دیگه دعوا میکنن که بقیه رو کنار بزنن، فقط خودشون از اون غذا استفاده بکنن. قرار نیست جانداری بیاد جاندار دیگه رو شکار بکنه اینجا. پس اینجا اصلا رابطه با شکار شکارچی متفاوته. حالا کتاب درسیت گفته برای اینکه رقابت کمتر بشه یه سری اتفاقا میفته، چون اگه رقابت خیلی زیاد بشه خب این درگیری ها بالا میگیره و افراد گونه های مختلف یا افراد یه گونه که دارن با هم رقابت میکنن تعدادشون کم میشه، زندگی براشون سخت‌تر میشه. یه سری اتفاقا میفته تو طبیعت که خب میزان رقابت کمتر بشه. مثلا چی؟ مثلا گفته ممکنه دو تا جاندار داشته باشیم از نظر منبع غذایی با هم شبیه باشن یا منبع غذایشون یکی باشه، ولی یه اتفاقی بیفته که با هم دیگه اصلا رقابت نکنن، هیچ وقت با هم رقابت نمیکنن. چرا؟ چون جغد در شب داره شکار میکنه و شاهین توی روز داره شکار میکنه، یعنی درسته منبع غذایشون مثلا یه خرگوش باشه، خب شاهینه میاد خرگوشه که تو شب، شاهینه میاد خرگوشه که تو روز دارن حرکت میکنن و شکار میکنه، از اون طرف آقای جغد واسه اونایی که تو شب در واقع زندگی میکنن اونا رو میره شکار میکنه. پس عملا با همدیگه رقابتی ندارن چون از نظر زمانی با همدیگه جدا شدن. تقسیم بندی زمانی پس یه همچین داستانی باعث کاهش رقابت میشه. خب بریم تست حل بکنیم. در فرآیند رقابت ممکن نیست. جزوه رو تو وبلاگ میذاریم. بله هم پر شده هم خام. مرسی سرعت عمل بچه. ممکن نیست دو جانور از وجود رقابت بین خود بی اطلاع باشن. بچه خیلی وقتا این اتفاق میفته که دو تا جانور دارن با هم دیگه رقابت میکنن اما اصلا نمیدونن که یه جاندار دیگه هم هست که داره باش رقابت میکنه. حتما الان مثلا مثال بخوام براتون بزنم، اینجا خود کتاب درسیتون گفته اینجاست، روباه معمولی و سنجاب ایرانی و مار دو سر، این ستا یه رابطه با هم دیگه دارن. هم روباه معمولی و هم مار از سنجاب ایرانی تغذیه میکنن، اما روباه اصلا روحش هم خبر نداره که یه موجود دیگه هم هست که بخواد از منبع غذایش تغذیه بکنه، از این سنجاب ایرانی بخواد تغذیه بکنه، ولی دارن با هم دیگه رقابت میکنن. یعنی عملا نمیدونن که توی رقابت قرار دارن ولی خود به خود یه رقابتی شکل میگیره. چرا؟ چون جفتشون دارن از یه منبع غذایی تغذیه میکنن، پس خودشون ممکنه که از رقابت آگاه نباشن، مثل این مثالی که اینجا هست. پس این گزینه رو رد میکنیم. دارای نیازهای مشابهی باشن، ممکن نیست دارای نیازهای مشابه باشن، حتما باید اتفاقی اتفاق بیفته، نیازشون مشابهه که اصلا با هم دیگه رقابت میکنن، پس این رد میشه. ممکن نیست نیازهای خود رو از منابع متفاوتی، همین چیزی که واسه گزینه دو گفتم، اتفاقا باید منبعشون یکی باشه، باید سر یه منبع با هم دیگه رقابت بکنن، وگرنه که رقابتی اصلا رخ نمیده. پس منبعشون یکیه، ممکن نیست منبعشون متفاوت بشه، پس گزینه سه باید جواب باشه. در زمانهای متفاوتی ممکن نیست شکار بکنن. چرا؟ ما الان خوندیم ممکنه که در زمانهای متفاوت مثل جغد و شاهین شکار بکنن. بچه جغد و شاهین تو رقابت هستن ها، حواستون باشه تو رقابت هستن، ولی درگیری بینشون کمتر میشه. رقابت دارن میکنن ولی شدت این رقابتشون کمتر میشه. چرا؟ چون از نظر زمانی جدا شدن، ولی خود به خود توی رقابت قرار دارن. این حواستون بهش باشه، فکر نکنید دیگه از رقابت خارج میشن اون دوتا. بیایم این پایین، یه فعالیت هست که اینم مهمه.
فعالیت داستانش چیه؟ بریم بررسیش بکنیم. در آزمایش جوجه های تازه از دختر مده را به دو گروه تقسیم کردن. گروه یک رو با غذای بدون باکتری، گروه دو رو با غذای تغذیه کردن که باکتری های مفید داشت. بعد از مدتی، پس من الان اینجا بنویسم. گروه یک باکتری های مفید در بدن خودش داره دیگه. باکتری مفید داره، گروه دو نداره. خب میگه نمودارهای زیر بعد از مدتی به هر دو گروه نوعی باکتری دادن که باعث بیماری روده‌ای میشه این باکتری، یعنی از اون باکتری مفیده جدا یه چیز دیگه است، یه باکتری جدیده. دو تا باکتری بهشون تزریق کردن که بیماری زاد. نمودارهای زیر تعداد باکتری‌های مضر رو در دو گروه نشون میده. محور عمودی تعداد باکتری‌ها و محور افقی زمان رو نشون میده. خب بیایم بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. بچه گروه یک همون گروه جوجه ها بودن که توی بدن خودشون باکتری مفید داشتن. چرا؟ چون ما غذایی که بهشون دادیم حاوی باکتری مفید. گروه دو اصلا هیچ باکتری در بدنش نیست. هیچ باکتری چه مفید چه مضر در بدنش نیست. الان ما به هر دو گروه باکتری مضر تزریق کردیم. تو گروه یک شما چی رو میبینیم؟ من فکر کنم فقط شماره گروه ها رو اشتباه کردم. گروه یک با غذای بدون باکتری بود، اینو فقط شمارهشو اینجا من برعکس نوشتم. این گروه دو غذای با باکتری داشت، گروه یک غذای بدون باکتری داشت، شماره هاش فقط برعکس شدن. پس گروه دو اصلا باکتری مفید داره تو بدن خودش، گروه یک اصلا نداره. خب این الان نمودار گروه یکه، این نمودار گروه دوه. توی گروه دو شما چی رو داری میبینی؟ تعداد باکتری های مفید که خب از قبل ما تزریق کرده بودیم نمیذاره تعداد باکتری های مضر از یه جای بیشتر بشه. اما تو گروه یک که اصلا باکتری مفیدی در کار نبود، چرا؟ چون ما بهش اصلا غذای بدون باکتری داده بودیم، میبینیم که باکتری های مضر تعدادشون خیلی زیاد شده. خب این ضرر بیشتری هم واسه جوجه داره دیگه. دلیلش چیه که این اتفاق میفته؟ توی یکی باکتری مضر اینقدر کمه، تو اون یکی باکتری مضر زیاده. دانشمندا فهمیدن که این دوتا باکتری، یعنی هم باکتری مضر هم باکتری مفید، منبع غذایشون یکیه. پس ما اینجا بنویسیم منبع غذایی یکسان، یعنی از یه منبع غذایی دارن تغذیه میکنن جفتشون. خب بینشون باید یه رقابتی رخ بده دیگه، چون منبع غذایی که یکسان باشه یه تعداد محدودی ما باید ببینیم که باکتری دسترسی پیدا بکنن به این منبع غذایی. رقابتی که رخ میده باعث چی میشه؟ باعث میشه که یکی از گروه ها از اون یکی پیشی بگیره و تعداد جفت گروه کم بشه. چیزی که الان شما تو این نمودار میبینی، تو این نمودار باکتری مفید رقابت رو برده، باکتری مضر باخت این رقابت رو، واسه همین تعدادش کمتر شد. ولی اینجا باکتری مضر اصلا با کسی داره رقابت نمیکنه، واسه همین تعدادش خیلی زیاد میشه. پس دلیل این موضوع این بود، دلیل این موضوع رقابت بین دو گونه باکتری بود که در واقع باکتری مفید اگر باشه، چرا بهش میگیم مفید؟ چرا واسه بدن مفیده؟ چرا؟ دلیلش اینه، باکتری های مضر رو میتونه از بین ببره، نه اینکه مستقیما از بین ببره، بلکه تو رقابت باهاشون پیروز بشه و خب به این طریق باکتری مضر از بین بره. شما بچه دقیقا یه همچین چیزی رو توی زیست 11امتون میخونید. در سطح پوست شما یه سری باکتری های مفید زندگی میکنن که خب این باکتری های مفید منبع غذایشون با باکتری های مضر یکیه. این باعث میشه که این باکتری های مفید در دفاع از بدنتون نقش داشته باشن. چه جوری؟ خب منبع غذایی رو که در واقع مصرف میکنن باعث میشه که باکتری های مضر کمتری بتونن از اون منابع استفاده بکنن و خب تعدادشون کمتر بشه. واسه همینه که میگن آنتی بیوتیک رو بیش از حد نباید استفاده کرد یا سرخورد نباید آنتی بیوتیک مصرف کرد. آنتی بیوتیک یه داروییه که باکتری ها رو از بین میبره، چه مفید چه مضر. خب اگه باکتری مفید از بین بره این خودش مشکل برای بدن ایجاد میکنه، واسه همین نباید سرخود باکتری مفید رو از بین برد، آنتی بیوتیک مصرف کرد.
پارت دومش میگه امروزه بعضی از خوراکی‌ها پروبیوتیک هستن، مثل ماست و پنیر که مثالش رو زدیم. باکتری‌های مفید دارن در واقع. بهشون میگیم پروبیوتیک، باکتری مفید دارن. با توجه به این نمودارها این خوراکی‌ها چه نقشی در سلامت انسان دارن که داستانش رو گفتیم، باعث میشه که باکتری مضر کمتری بخواد رشد بکنه. این هم از این. داستان استتار بچه‌ها تستش رو حل بکنید. دیگه صفحه بعد میرسه به تستای تیسوشان که مطرح شد. یه سریاشون رو خودتون تو خونه حل میکنید، یه سریاش هم اینجا حل میکنید. دو تا خرس بخوام بر سر قلم رویشون رقابت بکنم میشه آگاهانه. بله، باکتری مفید توی این مثال قوی تر بود. دیدیم که تعداد باکتری های مفید خیلی بیشتر بود از باکتری های مضر، یعنی باکتری مفیده اینجا قوی تر بودش. بله، رقابت میتونه باعث کم شدن یه جاندار دیگه بشه. الان شما مثالشو دیدی. خب وقتی دو تا یه نکته رو هم بگم، وقتی رقابتی شکل میگیره واسه هر دو تا جاندار یه سری ضررها رو در پی داره. شما فرض بکنید یه محیطی رو که رقابت توش نباشه، خب جانداران همه بدون مشکل زندگی میکنن، تعدادشون زیاد میشه. ولی توی یه محیطی که رقابت باشه زندگی سخت‌تره و طبیعتاً تعداد جانداران کمتر میشه. چرا؟ چون در جریان رقابت طبیعتاً یه سریشون از بین میرن. پس رقابت کلاً واسه دو تا جاندار چیز مفیدی نیست. چه جاندار برنده چه جاندار بازنده یه سری چیزا رو از دست میده، فرقی نمیکنه. حالا جاندار بازنده بیشتر از دست میده، جاندار برنده کمتر از دست میده، ولی هر دوتاشون در واقع توی رقابت ضرر میکنن. اصلا این رقابتی که ما داریم تو دنیای طبیعت میگیم با رقابتی که مثلا تو دنیای انسانی داریم فرق میکنه. مثلا میگه آقا با یکی رقابت بکنی جفتتون پیشرفت میکنی، این رقابت با اون فرق میکنه. این رقابت بر سر غذاست و یه جاندار ممکنه اون یکی رو از بین ببره. حتی با این رقابتی که ما مثلا راجبش حرف میزنیم توی دنیای انسانی متفاوته. پس رقابت باعث کاهش هر دو تا جاندار میشه، کاهش تعداد هر دو جاندار میشه. تو یکی خب ضرر بیشتره بازنده است، تو یکی ضرر کمتره برنده است. خب بیایم اینجا، میگه چند مورد در رابطه با استتار صحیحه. هم در مهرهداران و هم در بیمهرگان دیده میشه. بله، تو ماهی مثالش بود، بیمهره هم که اون حشره‌ای که سبز رنگ بود دیده میشد. بله، هم در شکارچی و هم در شکار دیده میشه. بله، من گفتم مثلا خرس قطبی هم رنگ محیط اطرافشه، سفیده. برای چی هم رنگه؟ برای اینکه بتونه مثلا موجوداتی که اونجا هستن رو شکار بکنه. اگر خب مثلا قهوه‌ای بود خیلی تابلو میشد و شکار اونو میدید، نمیتونست دیگه شکار رو انجام بده. پس اینم درست. په میگه هر جانور در استتار خود، هر جانوری در استتار، یه ویرگول اینجا کم داره، هر جانوری در استتار خود را شبیه محیط غیر زنده در می آورد. خود را شبیه محیط غیر زنده در می آورد. بچه منظورش اینه که تغییر شکل میده جاندار ما. مگه هر جانداری توانه تغییر شکل داره؟ نه. الان مثلا فرض بکنید همون موجود برگی شکل، همون مثلا حشره‌ای که شبیه برگ بود، اون خودش رو تغییر نداده تبدیل بکنه به شکل برگ. از اول شکل برگ بوده، رفته توی محیطی که شبیه برگه، نه اینکه خودش رو هر زمان که دلش بخواد تبدیل بکنه به چیزایی که اطرافش قرار دارن. پس خودش رو نمیتونه تغییر بده لزوماً. داریم موجودی که بخواد خودش رو تغییر بده، مثلا آفتاب پرست. این مثال فقط راجع به آفتاب پرست درسته. هر جانوری در استتار خود رو شبیه به محیط غیر زنده در میاره، غلط. پس این یه چیز دیگه، ما میتونیم به این غیر زندهش هم گیر بدیم، محیط غیر زنده. الان مثلا همون حشره که خوش شبیه برگ در آورده بود، خوش شبیه یه محیط زنده کرد، گیاه زنده است. پس ما به دو شکل میتونیم به این گزینه گیر بدیم. و مورد چهارم داره میگه مارمولک با توانایی تغییر رنگ میتواند استتار بکنه. چون این آفتاب پرست مارمولک چنین قابلیتی رو نداره، مارمولک نمیتونه تغییر رنگ بده، اینم رد میشه. این دو مورد فعلا رد شدن. نوزاد کرمی شکل حشره به دلیل شباهت با مار میتونه استتار بکنه.
بچه راجبه حشره و مار باید بدونید که اصلا اون اتفاقی که اونجا صورت میگیره استتار نیست. ببینید استتار تعریفش فرق میکنه با اون اتفاقی که اونجا ما دیدیم. استتار یعنی که شما خودتو شبیه پس زمینه بکنی، خودتو شبیه بقیه چیزهای اطرافت بکنی. ولی اینجا الان مگه این حشره خودشو شبیه محیط اطرافش کرد؟ نه، خودشو شبیه یه جاندار خطرناک جا زد، شبیه مار خودشو جا زد واسه اینکه بقیه رو بترسونه. این استتار نیست بچه ها، نکنید. استتار از اینجا تازه کتاب درسیتون میاد میگه، از اینجا به بعد میشه استتار. این چیزی که اینجا هست استتار نیست. پس این رد میشه، ربطی به استتار نداره. دو مورد باید درست باشه. گزینه سه، بریم سراغ تست های تیسوشان. یه مثال دیگه از جانداری که خودش رو تغییر شکل بده، تغییر رنگ پیدا بکنه. داریم استاد یه جانداری که بتونه مثل آفتاب پرست تغییر رنگ بده، یا مثلا تغییر شکل پیدا بکنه. چی میتونیم پیدا بکنیم؟ توی رده آفت... چی؟ آفتاب پرست باید باشه. باید قورباغه تغییر شکل بده؟ بزاق سمی؟ میگم بزاق سمی هم یه همچین قابلیتی داره. به واسه کهکشانی بپوشیم بریم یه بار این کار بکنیم. آره خب تست اول حل بکنیم بچه. هرچه تنوع زیستی یک محیط بیشتر باشد، بومسازگان پایدارتر و جوامع زیستی خواهیم بریم بیشتر یا کمتر. بچه راجع به تنوع زیستی من اینو بگم بهتون، تنوع زیستی انتهای فصلتون قرار گرفته. تنوع زیستی یعنی ما انواع موجودات زنده‌ای که توی بومسازگان می‌بینیم بیشتر باشه. خب این چی رو بهمون نشون میده؟ نشون میده که بومسازگانه محیط خیلی خوبی بوده که توش انواع مختلفی از موجودات تونستن زنده بمونن و توش رشد بکنن. پس بومسازگان ما باید یه بومسازگان پایدار باشه، شرط اول واسه اینکه تنوع زیستی رو ما داشته باشیم. پس هرچی کلن تعداد گونه های جانداران بیشتر باشه ما میگیم تنوع زیستی هم بیشتره. خب ما چجوری میتونیم از روی تنوع زیستی راجبه بومسازگانش نظر بدیم، راجبه محیط زندگی نظر بدیم؟ ببینید اینجا گفته جانداران نیازهای متفاوتی دارن و در زیستگاه‌های متفاوت زندگی میکنن. برای اینکه یه محیط بتونه جوابگوی تمام این نیازهای متفاوت باشه، اون محیط باید خودش خیلی پایدار باشه، باید انواع نیازها رو بتونه برطرف بکنه. پس ویژگی اول بومسازگان ما خیلی باید بومسازگان خوبی باشه. اینجا هم راجبش حرف زده، مثلا راجب ایران گفته که بومسازگان خیلی پایداری داره چون تنوع زیستی توش زیاده. من اینجا پس پارت اول رو میتونم بگم، بومسازگان من باید پایدار باشه، این ناپایدارها رو من خط میزنم. و جوامع زیستی بیشتر در معرض نابودی قرار دارن یا کمتر در معرض نابودی قرار دارن؟ اینو میتونید بهم بگید، دلیل برای من بیارید. الان توی جایی که تنوع زیستی زیاده جانداران بیشتر در معرض خطرن یا کمتر؟ چرا میگید بیشتر؟ چرا میگید بیشتر؟ تمام کرد میگه اینجا رو. خب تمام شد اینجا. از روی کتاب. خب چون الان گفتیم پایدارتره. ببین راجع به خطرش دارم میگم، داریم راجع به یه چی دیگه حرف میزنیم، در معرض نابودی حرف میزنیم. تو داری میگی پا...
پایدارتره. خب پایدارتره چرا بیشتر در معرض نابودی قرار داره؟ جامعه زیستی. خب شکارچی بیشتر وجود داشته باشه. اون دوستم که گفته کمتر، چرا میگه کمتر؟ خب همه نظراتو بشنم. سمونه چرا کمتره؟ اینجا چیزای مهمش هم هایلایت بکنیم. این یه بخش مهمش. این یه بخش مهمه دیگه. قبل اینکه بخوام جواب سوالتون بدم راجع به این بخش مهم صحبت بکنم. داره میگه انسان مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستیه. الان انسان خطرناکترینه در واقع. چرا؟ خب چون با فعالیتایی که داره باعث از دست رفتن گونه‌های مختلف میشه. این یه نکته که تو تیزش مطرح میشد. مثلا ببر مازندرانی رو انسان منقرض کرد. بعد گفته گونه‌های تازه وارد، یعنی الان شما مثلا یه سری گونه‌ها رو به یه محیطی که قبلا اونجا زندگی نمی‌کردن وارد بکنید. یه سری گونه‌های تازه وارد. این باعث کمک به اون محیط نمیشه. درسته شما تنوعش رو زیادتر کردید، ولی کمکت نمی‌کنه. چرا؟ چون این گونه‌های تازه وارد با اون محیط عادت ندارن. ممکنه که با رشد سریعشون و استفاده بیشتر از منابع باعث بشن گونه‌های دیگه آسیب ببینن اصلا. باعث بشه که کاهش تنوع زیستی رو ما داشته باشیم. از این نکته تو گفته و گنید بود. چون الان دیگه به انتهای کلاس رسیدیم، در این بخش مهم رو براتون هایلایتش میکنم که داشته باشیم. خب و یه نکته هم اینجاست. گفته تنوع محیط به معنی فراهم شدن زیستگاه‌های مناسب برای زیستن انواعی از جانداران میباشد. اینم خب مشخصه. برسیم اما سر تست ما. که چی گفته؟ هرچه تنوع زیستی یک محیط بیشتر باشه بوم سازگانه که مشخص کردیم و جوامع زیستی بیشتر در معرض قرار دارن یا کمتر در معرض نابودی. بچه این مثالی که تو گفته و کنید بود، شما یه محیط زیستی رو بخواید در نظر بگیرید، این محیط زیستی شما برای اینکه بخواد تنوع زیاد داشته باشه باید شرایطش واسه تمام اون گونه ها مناسب باشه، وگرنه اون گونه ها اصلا اونجا زندگی نمیتونن بکنن، اصلا تنوع اونجا به وجود نمیاد. اما چیزی که بچه ها اشتباه گرفتن با همون گفته و کنید است. میگه اگر شما به طور مصنوعی بیای یه سری گونه ها رو وارد بکنی، این گونه های جدید، این گونه های جدیدی که مثلا فرض بکنید یه سری گورکا رو من از جنگل مازندران بردارم بیارم تو جنگل گیلان، این گونه های جدید که قبلا توی جنگل گیلان نبودن میتونن باعث مشکل بشن. یعنی من اینجا تنوع زیاد کردم ولی در اصل پایداری جمعیتم کم شده، گونه های بیشتری در معرض نابودی قرار گرفتن. اما زمانی که یه جمعیت به طور طبیعی تنوع زیستیش بالا باشه، 100% جوامع زیستیش هم کمتر در معرض نابودی قرار دارن. چرا؟ چون اگه بیشتر میخواستن در معرض نابودی قرار داشته باشن، اگر بیشتر میخواستن در معرض نابودی قرار داشته باشن، اتفاقی که میافتاد خیلی وقت پیش این تنوع از دست میرفت. خیلی وقت پیش تنوع ما از دست میرفت. الان ما داریم میگیم زیستگاه ما متنوع، خیلی تنوع زیستی توش بالا. یعنی چی؟ یعنی که موجودات زنده در معرض نابودی نیستن، همه چی براشون مهیاه که میتونن در کنار هم دیگه زندگی بکنن. درسته که مثلا شما میگید وضعیت شکار و شکارچی، الان این داستان ما مگه نداشتیم؟ این نمودار ما مگه برای شکار شکارچی نداشتیم؟ اگر شکار تعدادش زیاد بشه شکارچی هم درست تعدادش زیاد میشه، ولی خب این نمودار همیشه در یک حد تعادل قرار داره. این نمودار هیچ وقت به اینجا سقوط نمیکنه، به پایین سقوط نمیکنه. یه وقتی شکار که زیاد میشه شکارچی هم زیاد میشه. خب به دنبال اینکه شکارچی زیاد شده، این تا یه حدی کم میشه شکار، تعداد شکار تا یه حدی کم میشه، از یه حدی کمتر دیگه نمیاد. درسته شکار و شکارچی تعدادشون بیشتر میشه، ولی اون باعث در معرض خطر قرار گرفتن اون موجودات نمیشه. تستو یه بار دیگه میارم.
ببینید این در زمانی در معرض قرار میگیره که به طور مصنوعی تنوع زیاد شود. جمعیتی که به طور طبیعی تنوع زیاد داره قطعا موجودات اونجا در معرض خطر کمتری هستن، در معرض نابودی کمتری هستن، جوامع زیستی در معرض نابودی کمترن، چون اون بومسازگان مناسب ترین شکل خودشو داره که تونسته اون همه تنوع در کنار هم دیگه نگه داره. پس بچه ها دیدید خیلی هاتون اشتباه زدید، اینو خیلی دامدار بود این تست. تست بعدی، نمودار زیر رابطه غذای دو گونه از جانورین، همون نموداری بود که ما الان تو فعالیت هم داشتیم راجبش حرف می‌زنیم. اولا که راجب کدوم جانداران این گزینه میتونه باشه، این نمودار مربوط میشه به شکار و شکارچی، درسته؟ خب خیلی راحت، آزمون ورودی 97 بود، کنه و انسان که اینا هیچ کدومشون شکار شکارچی نیست، رابطه انگلی اصلا که نوع همزیستیه، ماهی کوچیک و کوسه بازم هیچ کدوم شکار شکارچی نیست، بعد تازه ماهی کوچیک رو گرفته ب و آ رو گرفته کوسه، یعنی عملا ما بخوایم فرض بکنیم کوسه اینجا شکارچی باشه و ماهی شکار ما باشه، باز این نمودارش سازگار نیست. آ مگه اینجا نباید؟ آ جمعیتیه که بیشتر میشه، بعد به دنبال شکارچی هم بیشتر میشه. آ باید قطعا شکار باشه، ب باید شکارچی باشه، درسته؟ به دنبال شکار، شکارچی هم تعدادش بیشتر میشه. خب توی گزینه دو اگر ما فرض بکنیم کوسه شکارچی باشه، کوسه رو گفته آ، پس غلطه. باز سه، آ آهو باشه شکار، ب پلنگ باشه شکارچی، این گزینه کاملا میتونه باشه. میگو و مارماهی، باز رابطه که بین این دوتا برقراره اصلا رابطه شکار شکارچی نبود، ما خوندیم دو سر داشتن سود میکردن، همیاری بود. فاطمه ما دو جلسه تو عید برگزار کردیم، اردوی نوروزی تو وبلاگ هست فیلماش، و بجز اینم باز جلسات بعدی هم برگزار میکنیم، فصلهای دیگه برای نهم شب امتحان خواهیم داشت، قطعا دنبال میکنیم. شما هم کانال رو چک بکنید، همون گروهی که در واقع توش هستید، اطلاعی ها رو اونجا براتون میذاریم. خب آزمون ورودی 97 گیلان میگه شکل زیر بخشی از یک شبکه غذایی در اقیانوس نشون میده، اگر جمعیت سمورهای آبی کاهش یابد جمعیت کدام یک از جانداران زیر افزایش می‌یابد؟ سمور آبی، خب سمور آبی اینجا گفته جمعیتش کاهش پیدا بکنه. بچه سمور آبی یه شکاره واسه ماهی بزرگ و توتیا، یه شکارچیه برای ماهی بزرگ و توتیا، شکارچی این دوتاست و یه شکاری هم خودش هست واسه کوسه. خب اگر کاهش پیدا بکنه میگه کدوم جاندار افزایش مییابد؟ بچه ها به نظرتون اگر سمور آبی کاهش پیدا بکنه کوسه باید زیاد بشه یا کم بشه؟ طبیعتا کوسه هم کم میشه دیگه، چرا؟ چون منبع غذایی کوسه است سمور، منبع غذایش کم بشه خود کوسه هم کم میشه، پس اینجا ما کوسه رو رد میکنیم. حالا توتیا و ماهی بزرگ، توتیا و ماهی بزرگ اگر سمور آبی نباشه به نفعشونه، چرا؟ چون سمور آبی اینا رو شکار میکنه و اینا خودشون شکار محسوب میشن، سمور براشون شکارچیه، پس طبیعتا سمور بخواد کم بشه توتیا یا ماهی بزرگ باید تعدادشون زیاد بشه. ما ماهی بزرگ رو که تو گزینه نداریم، فقط توتیا رو داریم، توتیا افزایش پیدا میکنه. و تست شماره آخر هم حل بکنیم، گلسنگ هم فقط بهتون بگم یه رابطه همیاریه که توی صفحات اول کتاب درسی راجع بهش یه سری داستان ها گفته، اونو حتما بخونید، اگه فرصت نشد ما راجع بهشون صحبت بکنیم. یه رابطه همیاریه. خب الان اولیش که همیاری شد، دومیش زنبور و گیاه گلدار، اینم همیاری، همیاری، این دوتا تا اینجا با هم یکی شدن.
میگو تمیز کننده انگل دهان، انگل دهان و مارماهی. این هم همیاری بود دیگه، درسته جفتشون داشتن سود میکردن، رد میشه. چهار، ماهی های کوچیک همراه با کوسه. بچه این داستانش هم سفرگی بود اگه یادتون باشه، چون کوسه نه سود میکرد نه ضرر، بی تفاوت بود، ولی توی بقیه گزینا هر جفتشون داشتن سود میکردن، همیاری محسوب میشد. پس این با بقیه متفاوته. این هم یه چند تا تست از اینجا. من براتون بعد یه آزمون هم سعی میکنم طراحی بکنم، تو وبلاگ بذارم، از این مبحث حل بکنید و کلاس ما به پایان رسید. بچه ها امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خسته هم نباشید بچه ها، مراقب خودتون باشید. فعلا بچه ها، خدا نگهدار.